او امشب بمرم امشب شبی تابستون او جو تو نعنی کنید خودکم یا بمتون هی در دست شما پیاله ای چایی که بود هی مانند شما رایان مست چه بود آیا هی در خوابو بودم یک برگ سبزم دادی آیا بیدارو شدم یک بوس قرزم دادی آیا یک بوس چی بود با ترس لرزم دادی آیا در گورو شود نابودگی یاری عزیز یک بوسه چی بود با ترس لرزم دادی آیا 29 کیلومتر دورتر از شهر اصفهان در سمت جنوب ناحیه در حدود دیهه خواجه اعلا شنیدن دوبیتی های مردم زرافشان و معاشرت با لهجه کوهستان مسچاه چیزی مقرری است. اگرچه برخی از ساکنان این دیهه بار به سیر مسچاه کوهن مشرف نگردیده باشند هم سراسر همه خود را با افتخار خاصه مسچاهی معرفی می کنند. از دیهه پلدارکی مسچاه من بابا کلان ما مادر کلان ما یک سه دو بوده رامدن و هم همینجا زایده شده در همینجا از آدم رفتند و جهتی باباگی مادریمون از دیه هاوز و جهتی پدریمون از پل داره کمی خیل من به مسجد نرفتم لیکن یکم بار مسجد کوهنه نرفتم لیکن آیلم رفتگی بچه ها همشون رفتگی نیت داریم که همونجا یک رفته زیارت کنیم چونکه مادر کلان ما دوی میگفتن که سری من همو ابو موسی اشعری به نیاز میگفتن گویا سرشون همونجا نیاز کرده تلویدی یافته بودیان ما نیت داریم که یک همونجا رفته زیارت کنیم چونکه پیرکه ها میگن که حج به رفتنی باشه اول همون ابو موسی اشعری زیارت کنن در کار گفتن اوید به تاریخی در این مکان مسکن گرفتنی مردم مسچاه فرضیه های مختلفی زیادی موجودند کریم عبدالوف در کتاب مسچاه خود در ارتباط با کوچبندی مردم کوهستان مسچاه از جمله میگوید از روی روایت ها و بعض اسناد تاریخی به وادی ها کوچیدن مسچاهیان پس از عصر 16 به نظر میرسد در نتیجه زمین لرزه های شدید تمام کاریز های آبگذر دیهه های سبق و تبوشن فرو رفته از استفاده میبرایند آن زمان این دیهه ها از سرنفوذترین دیهه های مسچاه بودند در جای دیگری کتاب آورده می شود. اولهای عصر 17 میلادی در نتیجه سرماهای شدید و پیهم زراعت و چاروای دیه های سرگه مسچاه تلف یافته ساکنانش بینوا شدند. از ناسازگاری شرایط همه باشندگان دیه های دیه سبز، رما و اوچپیچک سرجمعانه کوچیده به شهر و ناحیه های قوقند و خوجند، اصفره و کانی بادام آمده مسکن گرفتند. یکی از مسئله هایی که امروز دقتی پیش از همه علمان متخصصان را به خود جلب می کند این مسئله مهاجرت مردم مسچایی به همین یک قطار گوشه های ولایت سوغد و هم اینچنین جمهوری ازبکستان می باشد چنانی که معلوم است در دهه چارکو یکی از موضع های مسچای نشین مردم مسچای هست که با نام دهه خواجه اعلا معلوم و مشهور می باشد. ما وقتی که با همین مردم همین مسچا هم صحبت می شویم یکان دشواری پیش می بیاید یکان مشکلات وقتی که پیش می بیاید همین کمری همان می بندند مردم جسور، دلیر، ناترس شاید برای حفظ و حمایت همین شهرها در قد این یک ملاحظات همین دعوت شده باشند بی واسطه همین باید روی راست این چیز به گفتگوزار نمود که عصرهای 17 به کوچش مردم قرغز از دشتهای قزاق پس از تعقیب کنی های تنگ کنی های سلطان قزاق به میان می آید همون دوره ها با که مردم چی بودن کوچی بودن بعضی خف و خطرهای خود را داشت شاید به این خاطر برای حفظ حمایت دعوت شده باشند
دلیل درستی اندیشه بالا را در کتاب تاریخ سلاله خانهای قوقند، تاریخ شاهروخیه که از جانب اشور محمد ولد نیاز محمد تالیف شده است میتوان دریافت کرد. مؤلف آورده است که ابتدا از عصر 17 میلادی هیئت اساسی لشکر قوقند را کوهستانیان، غالباً مسچاهیان و قراتگینی ها تشکیل می دادند. خانها به آنها برای خدمتهایشان زمین های بهترین اطراف شهر را تقدیم می کردند. واقعاً هم مردم مسچاه عصرهای 16 و 19 در منطقه با دلیری و شجاعت، صداقت به عهد و جوانمردی و بازوی نیرومند معلوم و مشهور شده بودند. در جلد 12 اثری در این دنیای کریم عبدالف در این خصوص به این زیل اشاره می رود. آخرهای عصر 18 یک گروه مسچاهیان به خدمت سربازی شاه افغانستان در آمده کارنمایی نشان داده یک گذر شهر کابل را صاحب شده استقامت می کردند. تا سالهای 60 عصر 20 اینجا کاروانسرای مسچاهیان موجود بود. لیکن مردم موضع سرآمد خود را در شخصیت معتبر با نام خواجه اعلا که تخمینا در عصر 16 میلادی اینجا بود و باش داشت معرفی میکنند. بنا به روایت ها خواجه اعلا مردی عالم و فاضل، آبادگر و صاحب مرتبه زمان خود بوده است. الان دیه هم محض با اسم شریف او نامگذاری شده و مدفنگاهش به زیارتگاه معتبر تبدیل یافته است. خواجه کلان اصلا زاده مسچاه بوده، مدرسه بخارا را با بهای اعلی ختم کردند و علمهای آن زمان مخصوصا قرآن را خوب از خود کرده به درجه بلندی علم و معرفت رسیدند. بنابراین به آن کس عنوان عالمی داده شده خواجه کلان عالم نام گرفتگی آن کس و شهرت و منزلت خواجه کلان تا به دربار بابر مرزا میرسد. اگر ما به سرچشمه تاریخی به بابر نامه نگاه کنیم، در همونجا سخن درباره خواجه کلان میرود و از روی اون تحقیقات ها معلوم میگردد که خواجه کلان در حقیقت در همون ارمیه بابر همچون یک سرلشکر خدمت میکرد و به ایوزی خدمت های 14 ماه محرم سال 1531 با بابر با خواجه کلان ولایت بجور انعام کرده میشود. یعنی از 14 ماه محرم سال 1530 حاکمیت خواجه کلان در ولایت بجور برقرار میکردد. اکنون اگر ما به همون سرچشمه های تاریخی باز نگاه کنیم، اگر بعضی سخن ها آمده است گفته می شود که گویا اینکه خواجه کلان همسری خود را به همین مسجد مانده به همون جا رفته باشند و در این باره شاه بیت های آمده است می گویند که با یار عهد و قرار چنین نبود مرا، گزید هجر و کرد مرا بیقرار، آخر به اشوه‌های زمانه چی چاره سازد کس، بجور کرد یار را زیار جدا آخر. انا این از این بیت معلوم میگردد که در حقیقت همین خواجه کلان از همسری خود در دوری ها بودن و فراق دوری ها اون کس رو مجبور کرده است که چنین بیت های ظرافت آمیز خود رو چی کنم ایجاد کنند. یا خود در پشتاق ایوان خود نوشته بودند که اگر به خیر و سلامت گذر ز سیند کنم، سیاه روی شوم گر هوایی هند کنم. گفته از آنجا یعنی ترک میکنن این ملک را. وقتی که بابر مرزا از این نوشته های خواجه کلان آگاه میگردد، در غضب میشود، سخت میرنجد و چنین جواب مینویسد به اون کس: یوز شکر ده بابور کی کریم و غفار، بردی سنگا ملکی بسیار. گر استقلگی گا سنده یوغ در طاقت، ساوق یوزمنی کرای دسنگ غزنه بار. گفته اینطور می نویسد. از این بیتوی بابور خواجه کلان یک با استراب می آیند و چنانی که از خودی بیت هم مصرهان برمی آید یک آهنگی یعنی غضب‌آلود بود.
بنابر همون آن شب خواجه کلان دخترای خودشان که همراهشان بود میگرند، سر و لباس های جلهنده میپوشند و خودشان سر و لباس های درویشان پوشته استاده، خودی همان شب روحی فرار را پیش میکرند از ولایت باجور. بعد از چندین روز با توسط دره ها راه پای نمودن با موضوع امروزی همین خواجه علا میروند. در اینجا جوی میبرارند، زمین میکشایند و تا آخر عمر در همین جا عمر بسر میبرند. از مسجد کهنه از بسیار قبیله ها به زیارت این کس آمده میرفتند و این کس پشت پناه کرده همینجا به جای جلال کرده و زندگی اختیار میکنند. با ما میسر گردید که در دیه با پیوند خواجه اعلای بزرگوار صحبتی انجام داده باشیم. من فرزند ملا رحمان بردی، ملا رحمان بردی فرزند میرعویز، میرعویز فرزند ملا مرسید، ملا مرسید فرزند باز میرعویز، میرعویز پسری میرقاسم، میرقاسم پسری میرعلا، میرعلا پسری ملا حسن، ملا حسن پسری خواجه نظر، همین نسب ما به خواجه اعلی همین طور رفته میرسد. جمالالدین رحمانوف خود ختم کرده مدرسه میری عربی شهری بخارا و دانشگاه اسلامی البخاری شهری تاشکند می باشد. او سالهای مختلف به صفت نائب قاضی قضات تاجیکستان، امام خطیب مسجد مولانا یعقوب چرخی شهر دوشنبه و استاد دانشگاه اسلامی البخاری شهری تاشکند فعالیت برده است. امروز ها باشد مسئول بخش کار با دین و تشکیلات های دینی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در شهر اسفره می باشد. وقتی که ما به همان مسجد رفتیم سالهای 1997 بود، به زیارت همان قبرهای بابایم، مکانی که در همانجا باباهایم زندگانی کردگی رفتیم، یکی از شخصهای شناختی همانجا که نامشان بابای خلیفه بود، بابای خلیفه اصلا زاده عینی، لیکن در همان قشلاق ما زندگانی میکنیم هم مچایی ها بودند و هم عینگی ها بودند و ما مهمانی ما محض به همان خانه بابای خلیفه بود. بابای خلیفه صاحب العلم بودند، در انچه از حیات و زیست و زندگانی گذشته هم آگاهی یافته بودند. وقتی که بابای خلیفه صحبت کردیم، بعد بابای خلیفه به من گفتن که دوملا اصلا شما زاده غرم هستید. من در کتاب من دیدم، لیکن غربم شما از بخارا آمده هستید، از بخارا به غرم، از غرم به مسجد و از مسجد بعد به اسفره شما رحلت کردیتون. البته یک سببش هست گفتن، سببش همین که گفتن زاده های شما همش که صاحب العلم بودن، ممکن که برای ترغیب تشویق دین از اینجا رحلت کرده آمدند. بعد نام همون بابایم را گفتند که در غرب، در گفتند که اصلا در کتابی که در من در دست دارم شما از قلنده که ایشانای غرب هستید. و آمدیم، باز خدای تعالی ما را نصیب کرد که به زیارت خانه خدا رویم به حج. وقتی که به خانه خدا به زیارت رفتیم، بس پرسان شدم که آیا از همون قلنده که ایشانون کسی هست که من فهمم که همون قشلاق هست یا نیست. بعد گفتن که ها بله، بعد در همون فلان جای از غرم بچه ها هستن. وقتی که رفتیم در آمدیم صحبت کردیم، بعد من گفتم میبخشید ما از اسفره هستیم، لیکن من جستجوی دارم که در غرم آیا قشلاق قلنده که ایشانا هست یا نیست. بس همون آدم گفت که تو سبب است چی که تو اینقدر در جستجوی همون قشلاق هستی؟ من گفتم در برای آن هستم که وقتی که من از تاریخ کافتکاو کردم، اصلی بابای من از همون جا آمده بودند، میخواهم همون قشلاق را آیا همون قشلاق هست نیست برای من لازم است که دانم. بعد همون کس گفت که تو میدانی کی بود و همون بابایت؟ من گفتم بابایم خواجه اعلی. آن شخص گفتن که البته اگر خواجه اعلی باشه همون خیشان تو من هستم، که ما از همون سلاله هستیم و حتی نام منم خواجه اعلی است. بسیار در همون جا شناسایی پیدا کردیم، بسیار علکه فهمیدیم که اولاد ما از کجا بوده است. خیال کردم که من پدرم را در اونجا دیده استادم، عمکم اصلا از جهت بوزو، از جهت بلندی، از جهت سیما
از پدرم هیچ فرقیتی ندارد، همون سرخی نرویشان. من گفتم این پدرم بار دیگر زنده شده به اینجا آمدیان. گفته بعد خرد صحبت ها رو دوام کردیم چی کردیم و بعدتر وقتی که ما سیاحت حج تمام شد آمدیم و بعد چندین وقت امکم زنگ زدن که دوملا ما در راه هستیم، اگر خب برو ما را استقبال گیر. بعد دانستیم که امک اینی بینید خیلی التفاته که چندین سال گذشته است. اول گفتن قایده همین است که کلان سال رود بعد خور سالا بیاد. امکم با تمام فرزندانش با همه اهل خانه اش آمدن، 8 روز در اینجا استادن، خیش تبارایی دیدیم، همه که مناسبت ها چه ها، و بعدتر با آنها تکلیف کردن که من به خانه آنها روم. گرامی داشتن خاطره نیک اجدادان گذشته و افتخار با وطن بابایی باعث گردیده است تا بین مردم خواجه اعلا و مسجد کهن و نو و عموما تمام آن نفرانی که با مسجاهی بودن خود میفخرند رشته مستحکم پیوندی ارزی وجود کند. سلاخ راغما، اریان مسجاه، مسجاه کهی، زندگانی مسجاه نو، بوستان با اینجا. خب ما پیش از اینو قریب 60-70 سال شرفت آمد داریم. اینا مثل اکا دادر، مثل پدر، اکا خرم. فرقش نیست. ما با میبین مهمون نوازی نظم میکنن، پیشگوری خوب میکنن. ای خیر خواهر خبرگیر نیست در اینو، کینگیری نیست. باد کدام میشن، باد گریف میکنن، رفت آمد میکنن و جان شرین خوب جالا. یک قشلاق جای بزرگ است، جالا فهمیدی؟ جا بزرگ است، بزرگترین است. این هم یعنی برای اگر چی نشد پاسن نکنید در اونجا خودانشون میدن نوشتگی بودنگی همونجا خود جلا زیاد مرقب گرفتگی بلا با. افتخار و سربلندی این مردم را با سرزمین اجدادی نباید با حسی محلگرایی توام ارزیابی کرد، زیرا خصلت های بهترین مردم شریف مسجاه چون مهنت قرینی، مدیسندی، متانت و جسارت، انسان پروری و وطن خواهی محض زاده خودشناسی و خداشناسی مکمل آنهاست. سرنوشت مسجاه و مسجاهیان باشد، پاره از تاریخ دولت و جزئی از تمدن خلق تاجیک است که شخص را به آموزش عمیق‌تر تاریخ و شناخت بهتر اجدادان گذشته هدایت می کند. وین خلق ما مسجاهی که پیش از انقلاب هم بود، رفت آی بود، شمی خیش بود، از آفت و پرزندام و نوی روام و رفت آی داریم. طورم ما بچه را گفتم، پرسن نکش، اولادان ما در اکتبر اسفره نی خوج علا دن خورمش نشود، باید که 7 پشت پدره دونستن در کرد، فهمیش در کرد. آره جمعونان پرسن نمیدونن، یک خیلش نمیفهمن، احکام شلاخی نمیدونن. و جلال الدین رومی در یک از بیتای خود میگوین که ای یار جهان دیده بگوی که زکیانیم، خود را چی شناسیم و چی دانیم و چی گوییم، خود زکی استیم و چی جسمیم و چی جانیم، دیویم و ددانیم و ویازی آدمیانیم. هر یک آدمی که اگر او عقل سالم داشته باشد وی از اصل خیش دور نمی گردد. همچنانی که باز جلال الدین رومی میگن که هر کسی که او دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگاری وصل خیش. انا همین خیل این یکی از این افتخار، این یکی از بزرگ مهری مردمی مچو است که امروز انعنه‌های سنتی نیاگان خود را، زبان خود را، به خصوص لهجه مادری خود را گم نکردند، دیگر نکردند.